یه حرکت دیگه پشت محوطه جریمه میتونه اونجا ضربه زده باشه و خطا. خطا اونجا اعلام میشه به سود یاران ماشین سازی. فکر کنم محمد قادری و شاهین ساقبی پشت توپ هستن. ضربه زده شد، چه توپی رو در آورد اونجا سعید محمد فرد. یاران سایپا فرصت برای تیم سایپا، یه ضربه سری که ندید به اشتباه سانتوس دروازه حامد لکو باز کنه. فوق العاده تعداد برخوردها زیاد بوده تو نیمه اول، امیدواریم حداقل تو نیمه دوم که نیمه مربیام هست بازی قشنگتر رو شاهد باشیم. این اتفاق اینجا افتاد، نیمه اول 0-0 مساوی تموم شد. خب با سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، بازی هم 0-0 تموم شد و حالا ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی در زمین مسابقه رخ خواهد داد. یه برخورد، داور هیچ اعتقادی به خطا نداره، ارسال انجام شد روی دروازه، اونجا فرصت برای سایپا هست و به هر ترتیبی که از توپ راهی کورنر میشه. خود قائم با پای چپ روی دروازه، یه ضربه سر و بازم اکبر منادی، بازم ناجیه دروازه سایپا میشه. محمد حسین اکبر منادی مرادی تو بلو بره میتونه خطرناک باشه. این اتفاق میفته، فرصت برای سایپا تو محوطه جریمه، یه پاس رو به بیرون، اونجا مدافعین ماشین سازی توپ رو قطع میکنن، همچنان خطر روی دروازه اونها هست. یه حرکت قشنگ، مرادی سر بالا پشت محوطه جریمه، یه ضربه دیدنی و توپی که با اختلافی فوق العاده اندک از بالای دروازه به بیرون رفت. شفیعی پشت مدافعین، فرصت برای سایپا و ضربه که خیلی راحت در اختیار حامد لک قرار میگیره. نصف و نیمه توپو دور کردن، یه ارسال دیگه تو محوطه جریمه، فرصت برای سایپا، آفساید نیست، روی دروازه یک ضربه سر و حالا گل توی دروازه، گل برای سایپا به ثمر میرسه. قفلت مدافعین ماشین سازی بالاخره کار دستشون داد، هنوز کار تموم نشده. یه ارسال پشت محوطه جریمه، یه ضربه سر و اونجا دروازه رو نجات داد اکبر منادی. یه خروج فوق‌العاده از او باعث میشه تا دروازه سایپا بسته باقی بمونه.